بسم الله الرحمن الرحیم. بلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، نعم المولا و نعم النصیر. و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اللعنة الدائمة الابدی على اعدائهم اجمعین. هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، همگی با هم صلواتی می فرستیم. اگر رشته بحث راجع به معاد بود، ولیکن امروز جلسه را متبرک میکنیم به اسم امیر المؤمنین علیه آلا فاطمه. دو سه جمله بسیار کوتاهی درباره این روایت هست، این رو ترجمه میکنم و دعا میکنم. روایت معتبر و در اغلب کتب مادر ما شیعه ها و کتب شیعه کتب مادر ثبت شده است و احدی این روایت را رد نکرده است، مضافاً به این که موقعی که این روایت تحلیل بشه در تمام کتب فقهیه ما و کتب اخلاقیه ما و کتب ولاییه ما ثبت و ضبط است. روایت مسلم در اوائل صفحه اول، شاید که وسائل و شیعه باشد، در عرض می شود کتاب کافی موجود است، در کتاب وافی که از کتاب معتبر شیعه است. منظور روایت جای حرف نیست. حضرت رسول فرمودند بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج پایه استوار شده است: الصلاة و الزکات و الحج و الجهاد و الولایه. پنج تا پایه داره نماز، اسلام پنج تا پایه داره. بعد فرمودن که ولم یناده به مثل ما نودیه بالولایه. این مقداری که سفارش برای نماز شده است، پیغمبر فرمودن این مقداری که سفارش برای نماز شده است که این کتاب های مفصل نوشته شده است، برای زکات این کتاب ها نوشته شده است، برای حج الله اکبر محضر آیت الله شاهرودی علی الله مقام شرف در نجف که بهش میگفتن شیخ الفقها، حدود پنج سال فقط درس حج خوندی. پنج سال طول کشید درس حج. اینا کتاب هایی که نوشته شده از الله اکبر ببرد می شود که رابطه مثلا راجب جهاد، اینا همش اینا به مقداری که از ولایت سفارش شده است، از هیچ کدام اینا سفارش نشده است، نه برای نمازشان، نه برای حجشان، نه برای زکاتشان، نه برای جهادشان، ابدا. ولایت ولایت حضرت می فرماید ولم یناده به شیء مثل ما نودیه بالولایه. ولایت هرچی هست همون است، ولایت هم هست، غیر ولایت چیزی نیست. روایاتش را خدا رحمت کند مرحوم هاشمیه در اربعینش مفصل جمع آوری کرده است. اول اربعینشون کتاب بسیار عالی است، اربعینشون یعنی کتاب بانو هاشمی همش خوب است، کتابشون مفیده، تفسیرشون بسیار خوبه،
اربعینشون بسیار خوبه، معادشون بسیار خوبه. همین یک در سابق دیدم یک الالهام فی علم الامامشون، الالهام هر شبت که فرمود که الالهام من یه جمله مفسرش هست، من دارم کتابشو، به من خودشو به من دادم، هر شبت که نفحات الاسرار دارد این کتابشون بسیار عالی است. خواهد کتاباش همهش خوب است، مخصوصا این اربعینشون علمی هم هست. ملا بود از ها رب آقای پروژردی مباحثه کردن مدتی که چه دلیلی دارید که مرجع تقلید باید که مرد باشد. دلیلی نداره. بعد از چند روز که در قم موندن آقای برجدی ادله اقامه کردن که نخیر، مرجع تقلید باید مرد باشد، زن نمیتواند مرجع تقلید قرار بگیرد. ایشون قانع شد و برگشت آمد اصفهان. اینطوری بود. در معارف خیلی فوق‌العاده بود. من نجف میخواستم بیام، اساتید اخلاق ما سفارش کردن برید خدمت ایشون. عجیب بود. الان سر قبرش برید آقا، این کار میکند، خدا میداند. اولیای الهی در بعد از مردنشون بهتر از عالم حیاتشون مشکل کشا هستند. برید اونجا نتیجه میگیرید. الحاصل فرض در اونجا این روایت دارد که روایتش اونجا من نظرمه، حضرت حق میفرماید ایشون جمع آوری کرده است، به عزت و جلال خودم قسم اگر کسی روز قیامت بیاید با عبادت ثقلی که روزها روزه باشد و شبها عبادت بکند و ولایت اهل بیت و امیر المؤمنین را نداشته باشد، برو در آتش جهنم میاندازد. روایتش رو جمع کرده. نه حالا اونجا در همه کتاب ولایتی ما موجود است، منظورم ایشون اینجا جمع آوری کرد روایتش رو. عجیب. علتش هم معلوم است آقا، علتش هم معلوم است. همینطوری که نماز بی وضو باطل است، حالا شما یه صد سال نماز بی وضو بود، اهل برادرای سنی ما حالا این نمازشون یه شیء ارزش نداره چون وضو ندارن، دفعه وضوشون درست نیست. حالا میگفت هزار جاش خراب است، یکیش همین وضوشون. آقا صریح قرآن از مخالفت کردن. آقا نمازی که وضو نداشته باشد، حالا میلیون سالم نماز بخون چه اثری داره؟ ولایت طهارت باطنیست برای قبولی عبادات، طهارت باطنیه اینه. کسی که طهارت باطن نداشته باشد اعمالش مقبول نیست، هرچی بخواد باشه، نه فقط نمازش، هیچ عملی از اعمالش قبول نیست، دارای ولایت نیست. منظور هر نشود که این روایت که احسای معتبر من رهبر انقلاب هم در کتابش و مخصوصا در پرواز در ملکوتشون همین روایت رو نقل کردن، مفصلا شرح بسیطی برش دادن، حالا کار به این جهات نداریم بمانه. منظور ولایت آقا هرچی هست ولایت هست. و حضرت فرمودند که شیعتنا خلقو من فاضلتینتنا و عجنو به ماء ولایتنا، شیعان ما از زیادی گل ما خرشن روایتش میکنن و خمیرشون اون ما یه خمیرشون هر میشود که با محبت ما آلوده شده است. این منظور این که قدر خودتون رو بدانید. خدا میداند طبق آیات قرآنی و روایاتی که هست، لکن مواظب باشید این ولایتتون کم نور نشه. اینه مواظب باشیم ها، همه مون ولایتی، حرفی هم درش نیست، آخرش هم تو بهشتیم، همه مون تو بهشت انشالله. خدا میداند با محبت علی آتش کار ندارد آقا، لکن عالم برزخ یه حالا طالمون میدن مال اعمالمونه، اونجا با خودمونه، عالم برزخ با خودمونه، اما قیامت نه، صد درصد خدا، والله العلی العظیم صد درصد.
حرفی درش نیست. اما عالم برزخی را نه. اما یه کاری بکنیم که این نور ولایتی کم نور نشه عزیز من. وقت با چی کم نور میشه؟ مخالفت ها، معصیت ها، بیبندباری ها، کشترونی ها، هرزگویی ها، اینا کم نورش میکنه. این نور ولایتی که در وجود من هست این کارا کم نورش میکنه. رزق مشمم، رزق حروم خوردن، کلا برداری کرد، محرمات، حالا بگی همیشه بگو محرمات الهی رو من انجام بدم و این نور ولایت من کم نورش میکنه. لامی که باید مثلا 500 ولت باشه 5 ولتش میکنه. خب این تا میاد 500 ولت بشه خیلی طول میکشه، در عالم برزخ اینا رو باید تهی بکنه، در اینا طول میکشه. اما همینجا مواظب باشیم، نه کارمون تمام است. الحاصل قرص میفرماید که ولایت آقا هرچی هست تو ولایت هست. خب حالا ولایت عرض میشود که بفرمایید که بر دو قسم است. یک ولایت تشریعی داریم، یک ولایت تکوینی داریم. هر دو تا ولایت ها این عرض میشود که اینه که میگیم ما اهل ولایتیم، کدوماشه ولایت تشریعی یا ولایت تکوینی. ولایت تشریعی را هم اهل بیت داشتن 100%، علما هم دارن. ولایت تشریعی، ولایت تشریعی چیه؟ همه رساله که میخون رساله را واجب است و حرام است و مستحب است و مکروه است و مباح است، اینا ولایت داره که ندارد میگه از اخبار اهل بیت در آورده است، ولایت دل بر شما دارد میگه شما عمل میکنی، این حرام است، این حلال است، این مستحب است، این مکروه است. اگر ولایت نداشت که این رو نمیگفت که. این بهش میگن ولایت تشریعی. احکام خمسه و 5 تا حکم بیشتر نداریم، واجب و حرام، مستحب و مکروه و مباح، همین 5 تاست، بیشتر نیست، 5 تا حکم. اینا رو هم مراجع تقلید ما، بزرگان ما، علمای ما، اینا ولایت دارن بر ما بگن اینا رو. این هم که میگن فلان کس ولایت داره، این ولایت رو میگن، این هم درسته، اشکال نداره. پیغمبرم همین ولایت رو داشت، حرام است، واجب است، مستحب است، مکروه است، خیلی خوب. امیر المؤمنین همین ولایت رو داشت، این حرفی درش نیست. اینا خیلی مهم، خیلی خوب باشه. یه معنی، یه معنای ولایتی هست که ما میگوییم ولایت تکوینیه، اون ولایتش ما اهل ولایتیم، یعنی ولی خدا، یعنی ارقل نفوذ داشته باشد ارادش در جمیع عالم وجود، در جمیع عالم وجود ارادش نافذ است، نفوذ ارادش در جمیع موجودات همگانی هر می شود که در همه امکنه، در همه ازمنه، در جمیع موجودات. این معنی ولایت است. ما اهل ولایت هستیم یعنی تابع کسی هستیم که اون کس ارادش نافذ است در جمیع عالم وجود، در جمیع ازمنه و در جمیع امکنه. این معنی شد. ما اهل ولایتی معناش اینه، تابع امیر المؤمنینی هستیم که این بزرگوار ارادش نافذ است در جمیع موجودات. هر نشود که ارادش در همه نافذ است، در همه ازمنه، در همه امکنه، در جمیع موجودات، هر چی بخواد ارادش اراده حق است. این عرض شود که ولایت، اینو بهش ولایتش میگن، این ولایت را اول خدا دارد. الله و ولی الذین آمنوا، ولی اونه، ولی مطلق حضرت حقه، یعنی ارادش نافذ. ازا اراد امره لشیء ان یقول له کن فیکون. دیگه وقتی که اراده کند میلیاردها مثل این عالم را در یک آن بیافریند، ایجاد میکنه، تفیدرش نیست، حضرت حق است.
الله ولی الذین آمنوا، ولایت مطلقه. لکن از همین ولایت کلیه به انبیا هم داده است، اما ولایت جزئیش رو داده است. می توانیم ولایت رو بر دو قسمت بکنیم، یک ولایت تشریعی که اول عرض کردم، یک ولایت تکوینی. ولایت تکوینی هم بر دو قسمت میشه، یک کلی و یک جزئی. جزئیش مال حضرت آدم بود، حضرت شعیب بود، حضرت موسی بود، عیسی بود، ابراهیم بود، اسحاق، پیغمبرا، اینا هم یه مرتبه از ولایت داشتن دیگه. امامزاده های مرتبه از ولایت داشتن دیگه. موقعی که حضرت زینب سلام الله علیها میخوان در شام سخنرانی بکنن، مزاحمش میشند و کف میزنند و هل هله میکنند، حضرت اشاره میکنند ساکت، مو از مسکه شده نمیشود. زنگ های ارنشود که گردن اسبه ها بود، این هم دیگه صدا نمیکنند، فریاد میزند صدا ندارد، کف میزند صدا ندارد. این چه ولایتیست؟ همین ولایت تکوینیست دیگه. لیکن خب قاعدش هم همین است، فرزند تربیت شده دامن حضرت زهرا است، تربیت شده دامن سه امام است، امیرالمؤمنین حضرت امام حسن، امام حسین، باید هم همینطور باشه، همینطور هم هست. اینو داشتن امامزاده ها ولایت دارن و اولیای الهی همین ولایت دارن که داستاناش قبلا عرض کردم مقدارش را، اما ولایت جزئی است. ولایت کلیش را حضرت حق دارد، بعدش 14 نور مقدس دارد. ولذا فرمود که راجع به اسم اعظم اینها که عرض کردم که 70 چند اختلاف است و 72 حرف است، اونا رو گذشتیه. منظور این دارن امیرالمؤمنین دارای ولایت کلیه است، یعنی اراده این بزرگوار نافذ است در جمیع موجودات، در همه ازمنه، در همه امکنه. این معنیشه هر چی بخواد. وقت داستانهاشو ببینید که بعدا اشاره میکنم از داستانهاشو. تابعین این آقا را بهشون میگن شیعه، تابعین امیرالمؤمنین را که پیغمبر مظهر و مظهر نبوت است، یعنی نبوت قائمه به نبی اکرم است، ولایت قائمه به امیر المؤمنین است، عصمت قائمه به حضرت زهرا سلام الله علیها است. مظهر و مظهر نبوت پیغمبر است، مظهر و مظهر ولایت امیر المؤمنین است، مظهر و مظهر عصمت حضرت زهرا است. حالا ارتباط اینا با هم یک مطلبی است که فرصت دیگر عرض میکنم، عرض میشود. این مظهر از کل حرف درش نیست. تابعین امیرالمؤمنین را شیعه میگه. خب این لفظ شیعه چه وقت پیدا شد؟ از کجا پیدا شد شیعه؟ کی گفت تابعین امیرالمؤمنین شیعه هستن؟ در بین اهل سنت چهار قوله. بعضی از سنی ها میگن که شیعه در زمان پیغمبر ابدا، اصلا این لفظ شین و یه و عین و تهه اصلا وجود نداشت در زمان پیغمبر، بعد از صقیفه این پیدا شد، شیعه پیدا شد، شروع کردن تابعین علی گفتن ما شیعه ایم. یه قول سنی ها اینه، یه قولش این است که نه، بعد از قتل عثمان شیعه پیدا شد، موقعی که علی به منصب خلافت رسید تابعینشون گفتن ما شیعه هستیم. اینم یه عده از سنی ها میگن. یه عده دیگر از سنی ها میگن نه، لفظ شیعه بعد از جنگ جمل و جنگ بصره شد، موقعی که علی پیروز شد در جنگ بصره تابعینشون گفتن ما شیعه ایم. یه عده از سنی ها اینو میگن. یه عدهشو میگن نه، بعد از جنگ صفین این شیعه پیدا شد. چهار قول دارن سنی ها مفصلا تو کتابشون نوشتن.
لکن هر چهارتاش دروغ است. به شهادت کتابهای خودشون متجاوز از 100 مورد در کتابهای خودشون در زمان پیغمبر این لقب شیعه برای تابعین امیرالمؤمنین ثبت شده بود. در زمان پیغمبر لفظ شیعه برای تابعین امیرالمؤمنین ثبت شده بود و متعارف هم بود. مکرر روایات را نقل کردن از دولب پیغمبر که لفظ شیعه را که تابعین امیرالمؤمنین هستن بیان کرده است. اینه. پس شیعه از وقایع مستحدثه نیست که اهل سنت ما بگن این اسم را خودتون رو خودتون گذاشتید بعد از پیغمبر. نخیر، این اسم را پیغمبر روی ماها گذاشت. تابعین علی شیعه هستن، شیعه تابعین علی هستن. حالا دو سه تا روایت از کتب اهل سنت میخوانم به شرط صلوات. عرض می شود که در نهایت ابن عسیر جلد سومش روایت از نبی اکرم نقل کرده است، از علمای سنی برجسته اهل سنت است. پیغمبر فرمودند لعلی ستقدم انت علی الله و شیعتک راضین مرضیین. یا علی، روز قیامت تو وارد می شوی بر حضرت حق با شیعیانت در حالتی که خدا از شما راضی است و درجات عالیه هم به شما عنایت می کنه. این یه روایتش است. روایت دیگری است، حضرت رسول فرمودن اول من یدخل الجنه انا و انت و شیعتنا ان ایماننا. یا علی، اول کسی که وارد بهش می شود من هستم، دوم کسی که وارد می شود تو هستی، سومیش حضرت زهرا و فرزندان ائمه اطهار و طرف راست ماها شیعیان ما هستن. که لفظ شیعه منظورم از پیغمبر به کار بردند. اینم یک روایت است. روایت دیگری است که حضرت فرمودند به علی انت و شیعتک، عرض شود که یوم القیامه، بله، انت و شیعتک تأتون یوم القیامه راضین مرضیین، روز قیامت تو و شیعیانت خواهید آمد در حالت در صحرای محشر در حالتی که خدا از شما راضی است و شما هم از خدا راضی هستید. اینم یک روایت است. روایت دیگری است که جابر میگه من شنیدم از رسول خدا که حضرت رسول فرمود ان الله تعالی خلقنی و خلق علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه من نور واحد. جابر میگه پیغمبر فرمودند که خدا مرا خلق، من را و امیرالمؤمنین را و فاطمه زهرا و امام حسن امام حسین و ائمه را خلق کرد از نور واحد. پیغمبر فرمود من نور واحد، خودشم دارن کلنا من نور واحد، کلنا من نور واحد در روایات متعدد در زیارات هم دارد. عرض شود که که اطلاق نور بر ائمه شده است، در زیارات هم هست. ما هممون از نور واحد خلق شدیم، بعد مقداری از اون نور موند، فشاری دادن، شیعیان ما ازش خارج شدن. فأثر ذلک النور فخرج منا شیعتنا فسبحنا و سبحوا. از بقیه نور فشاری داده شد، شیعیان ما خارج شدند. ما تسبیح گفتیم، اونا هم تسبیح گفتند. ما تحلیل گفتیم، اونا هم تحلیل گفتند. ولی زافر بودن شیعتنا منا، شیعیان ما از ما هستند. خلقو من فاضل تینتنا، اینا از زیادی گل ما خلق شدن. یعنی اون نطفه و عرض شود که اون مایه خمیری که هست
یه مقداری از محبت اهل بیت قاطی داریم آقا ما، این حرفی درش نیست. و لذا هر مقداری ناراحتی و فشار ببینیم در این عالم ماده، دست از ولایت و محبت اهل بیتون بر نمیداریم. ولی که بعض اوقات توقعاتی داریم و قهر میکنیم یه دو روز بعد دو مرتبه زود، نه آشتی میکنیم و دست بنیم داریم. اما دشمنان اهل بیت و اهل بیت اگر تو کتشون تو اصل بکنن تو دهن اینه فلو کنن، دهنشون رو چند دستشون گاز بگیرن. اینم اینا اینام باید دعاشا به پدر و مادرای ما بکنیم. خدا میداند که اینا پاک دامن بودند و رزق حلالی خوردند و عرض می شود که نطفه ماها از اینها منعقد شد و ما دارای ولایت هستیم. اما عرض کردم، عرض می شود که اینا باید محکم نگرش داشت. این ولایتی بودن و علاقه و محبت داشتن معیار حلال زادگی حرام زادگی هم است. در صدر اسلام معیار حلال زادگی اگر مردم میخواستن ببینن بچه‌هاشون حلال زاده هستن یا نه، بچه‌هاشون رو دوش میگرفتن میامدن مقابل امیرالمؤمنین نگه میداشتن، اگر میخندید و دست و بال میداد این درست بود، اگر روشو بر میگردون این خراب شده بود. اینا از اون موقع فرمودن، این حرفی در احسان حالا هم همین طور شما. و کسانی که عناد با ولایت دارن اینا مایه خمیرشون خرابه، نمیتونند آقا از محبت و اظهار محبت و علاقه داشته باشند. الحاصل منظور ولایت اینه. بفرماید بعدم روایت دیگری هم هست در همین زمینه، این حالا باشه تو بعد انشاءالله شما مفصل است و منم دیگه باشترم خسته میشه. حالا این جمله رو عرض بکنم. پس ولایت بر دو قسم بود، یک ولایت تشریعی شد، یک ولایت تکوینی. اینی که ما میگیم اهل ولایت هستیم یعنی ولایت تکوینی. معنای ولایت تکوینی هم عرض کردم، عرض میشه همه جایی و همه وقتی و همه گانی باشد. بله، نفوذ اراده ولی در جمیع موجودات عرض می شود که همگانی و همه جایی همه وقتی باشن. این عرض می شود که یه مطلب. مطلب دیگه این که عرض می شود که بقای این عالم وجود منوط به ولایت است. مدیریت عالم وجود به وسیله این ولایت است. بزرگترین کرات عالم وجود تا اون ذره اتمی که هست و اینها تمامش بقایشون و مؤثر بودنشون و مدیریت هر کدامی به وسیله این ولایت هست. و لذا حضرت بقایشون عرض می شود و زی اثر بودنشون همش به وسیله ولایت است. ولذا فرمودن لولا الحب جل ساخت الارض و بهله ها. و هر زمانی ولایت، ولایت کلیه و مدیریت عالم وجود منوط به امام زمان اون وقته. در زمان امیرالمؤمنین این ولایت کلیه قائم به حضرت بود، بعد قائم به حضرت امام حسن شد، بعد قائم به حضرت ابا عبدالله و الان قائم به حضرت بقیت الله اعظم است. اون ولایت این ولایت کلیه که قائم به امیرالمؤمنین، همون ولایت به عینه الان قائم به حضرت بقیت الله هست، و که مدیریت عالم وجود و بقای عالم وجود تمام اینا منوط به وجود مقدس حضرت بقیت الله است. که هفته های گذشته راجع به روز جمعه در همین زمینه صحبت های شد، یه تکرار نشه. ولذا علم شود که امیرالمؤمنین فرمودن، بفرماید که ین حدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. این خب خیلی معنا ازش میشه در آورده، ین حدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، احدی نمیتواند به مقام من برسه. بعد از پیغمبر بود دیگه، بعدش بود دیگه. احدی نمیتواند ولا یرقا الی الطیر، مقام علی رو کی میتواند به او برسد دیگه؟ احدی. و ین حدر عن السیل، از من مثل سیل ریزان از چی؟ همه چیز.
اطلاقش مفید عمومه دیگه، یعنی هدر ان سیل، چه سیلی؟ هر چی شما گفتید سیل همون از وجود علی، یعنی واسطه فیض. حضرت حق جلت عظمتو ارمشد فیاض علل اطلاق است. آنی لحظه ای سالسه و عاشره ای فیضش از عالم وجود قطع نمی شود، که اگر قطع بشود جمعی عالم وجود خراب می شود و معدوم می شود. چون که ما عرض می شود که قابلیت و استعداد نداریم برای استضاعه انوار قدسیه مقام ربوبی، مال تراب رب الارباب، من ظلمت محضم، اون نور محض است. حالا نور از تعبیر نکنیم، ولی تبی قرآن الله نور السماوات و الارض، حالا مثلا هر می شود که اطلاق میکنیم، این هیچ ارتیامی ندارد که بخواد ظلمت از نور استضاع بکنه. حضرت حق آمده است در جمیع ادوار یک واسطه قرار داده است، واسطه قرار داده است، یعنی که بفرمایید که این لامپ ها هیچ کدامشون قدرت ندارن از کارخانه برق بگیرن، باید ترانسی باشد. اگر بخواد که اتصال پیدا بکنه همشون آب میشه، حتی شیشه هم آب میشه، ممکن نیست. یه واسطه میخواد. ما هم همینطور هستیم، از زمان حضرت آدم گرفته تا زمان بقاء عالم وجود، یک کسی را میخواد که دارای دو جنبه باشد، یک جنبه یل الحقی داشته باشد تا استضاعه بکنه، و یک جنبه یل الخلقی داشته باشد تا افاضه بکنه. اون وجود مقدسی که دارای دو جنبه هست، حضرت امن شود که ولی مطلق حق است. ولی مطلق حق حضرت امیر المؤمنین علیه آلاف و تحت السلام بودن. الان حضرت بقیت الله، حضرت بقیت الله اعظم است، اینم حرفی درش نیست آقا. ولذا لیکن امیر المؤمنین این اشرف از همه است، بعد از پیغمبر اشرف از همه ائمه است. یه بحث مفصلی هست در این زمینه و اثباتش هم مقداری طول میکشه، لیکن سربسته عرض کنم که حضرت امیر اشرف است من جمیع الجهات، حضرت زهرا اشرف از فرزندانشون بمانند، و اینم منصبی است که خدا بهشون داده. خدا وقتی داده از میشه چه بکنی آقا؟ داستان هست و سابقا هم شاید عرض کردم، عرض میشود صلوات بفرست میاد بشن در زیارت علی ابن مسرزا. شما اغلب همه دو مشرف شدید، در زیارت علی ابن مسرزا چه میخوانید؟ نسبت به امیر المؤمنین، نسبت به امام حسن، امام حسین، میفرماید که و جعلته هادیاً لمن شئت من خلقک و دلیل علی من بعثته برسالاتک. مخاطب میسازید علی ابن مسرزا را، مخاطب میسازید امیر المؤمنین را، مخاطب میسازید حضرت امام حسن، امام حسین. چی؟ که شما هادی و رهنما هستید از مخلوقات الهی و دلیل هستید برای انبیای گذشته و دلیل علی من بعثته برسالاتک. این خیلی مهمه. امیرالمؤمنین هادی و رهنمای ملل و راهنما و دلیل تمام انبیا. این چه منصبیست خدا بهش داده است دیگه؟ تو زیارت از علی ابن مسرزا رو همیشه میخوانید، برید بخوانید ببینید چی نوشته است. و مطالب فوق اینها در زیارت حضرت ابو عبدالله، چندم زیارتشون هست که حالا نمیشم عرض کنم، فوق العاده است. مقام ولایت یه مقام عجیبی است آقا، خدا بهش داده است دیگه. وقتی خدا میخواد بده دیگه خب منایت میکنه. قصه هر می شود که اون انگشتر رو که بود حضرت رسول فرمودن که سابقا عرض کردم، وقتی که حضرت جعفر از حبشه آمد، اون هر می شود که سلطان حبشه هر می شود که چیزی فرستاد، نجاشی فرستاد
هدایایی برای پیغمبر فرستاد چون مسلمانش کرد. جعفر سلطان حبشه را مسلمانش کرد و وقتی خواست بیاد هدایایی فرستاد و بفرماید که چیز قیمتی فرستاد. بله حالا تو ببینیم، حالا عرض میکنه، حالا یک عرض میشود که بفرماید جوهری بود، هرچی بود قیمتی، یه چیز قیمتی براشون فرستاد و اینا بود، حالا عقیق بود یا زمرد بود یا الماس بود، من ایناشو بلد میشتم، فرستاد برای حضرت. فرود حضرت آمدن دادن حضرت جعفر، دادن به بفرماید که حضرت نبی اکرم. چند روزی که گذشت و بقیده هدایا را پخش کردن توی مسلمان ها، پیغمبر همش برای خودشون بر نداشتن، نه پخش کردن اینه برای خودشون نگه داشتن. یک روز دادن به امیرالمومنین و عرض شد که فرمودن یا علی، من خیلی دوست دارم که این بدهی به این عرض شد حکاکه روش بنویسد لا اله الا الله، من این کلمه را خیلی دوست دارم، اینه بشم نیست. امیرالمومنین آمدند و دادن به حکاکه و فرمودند نمال پیغمبر است. پیغمبر فرمودند با خط زیبایی روش بنویس که لا اله الا الله، و این کلمه رو پیغمبر دوست دارد. یک کلمه من خیلی دوست دارم، اونم پهلوش بنویس، اونو سطر اول مال پیغمبر رو بنویس، این کلمه هم که من خیلی دوست دارم سطر دوم بنویس. حکاکه گفت چی بنویسم؟ گفت بنویس محمدون رسول الله، اینا من خیلی دوست دارم. و خیلی خوب نوشتند و بعدم آمدن گرفتند و دادن به نبی اکرم. موقعی که حضرت نگاه کردن دیدن سه تا سطره. اینه که میگن پیغمبر سواد نداشتن، این حرفه، اینا بشنو باور نکن آقا. بله حضرت نمی نوشتند، نمی نوشتند برای اینکه بهشون بگم که اینا خوددونه و قرآن نوشته خوددونه، اما عرض می شود که نمیتونستن بخونند و بلد نبودن بنویسن، این نقص برای نبوت است. یکی از امامزاده های 20 واسطه 30 واسطه میرد، انسان متوسل میشه، کارهای مهم را نگاه میکنه. به این هم ملا کاظم امامزاده 15-16 امام بوده، فرزند 15-16 با 15-16 واسطه، میرد اونجا این بزرگوار یه نظر عنایت میکند. شخص بی سواد که علف را به بیابون و بره به درختی دیست، مثل دریا موج میزند معارف قرآنی بلوش. من خدمتش رسیده بودم نجف، عجیبی آدمی بود، سواد هیچی نداشت، خدا میدانه هیچ. پیر مردی بود، کشاورز بود، آخه آبیاری بود، رفته بود شب آبیاری، عرض شود که تو امامزاده خسته شده بود و ناراحت بود و خوابیده بود و متاثر شده بود، و یه دفعه این امامزاده بزرگوار عنایت بهش کرده. من یه دفعه مفصل داستانش رفتم خدمت ایشون بودیم، عرض شود که یکی از رفقای کتاب مغنی رو برداشت، کتاب مغنی رو برداشت و گفت امالله کاظم، گفت بله، گفت این آیه کجا قرآن است؟ شروع کرد خوندن عبارت مغنی را، عربیار کتاب عربی بود. گفت این که قرآن نبود تو خوندی؟ گفت پس این چی بود؟ گفت نه این قرآن نبود. گفت بخواه تو که سواد نداری، از کجا فهمیدی که این قرآن هست یا قرآن نیست؟ گفت قرآن که میخونی یا لم علم ان نور از دهنت میاد بیرون، اما اینا رو که خوندی هیچی نور نداشت، این قرآن نبود. اون وقت آیه رو که میخوندی میگفت چند تا باب داره، چند تا الف داره، چند تا ب داره، چند تا ف داره، آثار این آیه هم چی هست؟ عجیبه، سم تون تون دا این. خب یه نفر امامزاده با چندین واسطه 15-16 واسطه این قدرت رو دارد، خود پیغمبر ندارد، نمیتونست بخونه دا اینه افه. منظور حالا بعضی کتابای نوشتن ما حالا کار نداریم، دلیلم براش داریم، اما حالا این باشه به جای خودش. منظور این که پیغمبر اکرم نگاه کردند روی این ارمش دور یا این روی ارمش عقیق هر چی که بود، فرمودن که یا علی این سه تا سطر رسید، مثل این که بنابود شما یه سطر بنویسی. چی نوشتی اینجا؟
عرض کردم که یا رسول الله یک کلمه شما دوست داشتی دستور دادی، یک کلمه من دوست داشتم دستور دادم. حضرت فرمودن نه، یک کلمه دیگم زیرش نوشته شده است. حضرت نگاه کردن دیدن نوشته است علی جن ولی الله. حضرت امیر خجالت کشید از رایت، عرض کردن یا رسول الله من چنین مطلبی رو دستور ندادم که بنویسن، من فقط سطر دومش رو دستور دادم. شما فرمودید من کلمه اول علاقه بهش دارم، منم به حقا که گفتم منم این کلمه رو خیلی علاقه دارم اینه بنویسن، اما سطر سوم رو من نه چیزی نگفتم که بنویسن. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله حق از سلامت میرسانه و میگوید یک کلمه ای را شما دوست داشتی دستور دادی، یک کلمه ای را هم علی دوست داشت دستور داد، یک کلمه ای هم ما دوست داشتیم دستور دادیم حق شد. علی ولی الله در جمیع ست آسمان ها تابلوی که پیغمبر که به عرش می رفتن، در هر آسمانی که وارد می شدن یک خیر مقدم برای حضرت نوشته بودن، ارنش لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله نوشته شده بود. منظور مقامات علی رو چه عرض بکنم؟ حالا چه فردا چیزی عرض بکنم اگه فرصتی باشد. من یه خسته شدم.